تلویزیون پیام افغان امیر کلین صاحب، باز به سوال های دیگه خودم میکنم که به شما هم نوبت برسه. بفرمایید صاحب. آقای عباسی، عرض احترام و ادب دارم. سلام علیکم، ویس ناصری هستم. و علیکم آقای ناصری، بفرمایید صاحب. امیدوار هستم که سرمی مسائلی که صحبت کردیم صحبت کنین و وقتر که یک عالم بیننده های محترم سر لاین است امیر کلین. زنده باشین. عرض احترام و سلام های خدا بر آقای داوجان آبدی که بسیار احترامش دارم و شناخت شخصی و فامیلی داریم. عرض میکنم از دیدنش در برنامه هم خوش شدم. سوالایی که من دارم زیاد است، صحبت های آقای آبدی وقت برنامه کم است. من هم یک برنامه دارم و آرزو دارم که کدام وقت جناب داوجان در برنامه ما تشریف بیارن تا بتانیم بیشتر سر مسائل افغانستان صحبت کنیم. تاریخی جهاد افغانستان و احزاب افغانستان نمیخوایم بگیم تاریخش، چرا رویداد است که رخداد است که به چشم ملت افغانستان در 30 سال هم احزاب، هم گروه ها، هم رهبرا، هم شعارها، هم جنگ ها، هم ائتلاف ها گذشته و هر کدام از به جای خود پیش ملت افغانستان من حیث اکثرت موجود است و فراموش نشدنی است. در ارتباط به صحبت هایی که جناب آبدی صاحب دارن، من حیث نماینده حزب اسلامی و به صراحت هم صحبت می کنن، با جرات صحبت می کنن، تا حال ما کدام نماینده طالبان ندیدیم که به نمایندگی از طالب ها در حضور کمره ها بیای صحبت کنند. اونا البته مخفی نظرات خود در هر جای میگن. ای که حزب اسلامی جرات هم می کنه، بر من یک سوال است که اگر داو جان جواب تن و دوم از کشتار و جنگ های کابل میگذریم. بله. در ماه جنوری در وزیر اکبرخان یک انفجار صورت گرفت آقای عباسی که در او انفجار متاسفانه تعداد زیاد مردم بیگناه کشته. همون سوپرمارکت ها بگید سر؟ بله، در سوپرمارکت. بله. که از طرف انگلیس ها بود و در اونجا تقریبا در حدود 9 نفر کشته شد، از یک فامیل، از خانم فامیل حقوقمل، داماد، دختر و نواسیشون کشته شد. 9 نفر افراد بیگناه که برای خرید رفته بودند. و در اون زمان حزب اسلامی یک اعلامیه داد که حرکت نظامی یا این بمبگذاری کار ما بود. سوال ما از آقای آبدی است که آیا کشتن افراد بیگناه را من حیث یک جنگ های افغانستان 30 ساله و تنظیمی یک طرف میمانیم، فقط در همین کشتن همه افراد های من حیث یک حرکت اگر ثابت بوده باشه در اطلاعیه های چنان که من خودم یک سایت دارم و هرگز دیگه کدام ردیه یا جوابی از طرف حزب اسلامی ندیدم که گفته باشه این اطلاعیه یا این اعلامی که داشته بود از حزب نبود. یعنی این اطلاعیه را کسی رد نکرد و این من حیث یک سند ماند که حزب اسلامی گفت ما این انفجار کردیم. آیا کشتن افراد بیگناه من حیث یک سند، یک حزب، مخصوصا آقای آبدی من حیث نماینده انجینیر شد، آیا حاضر است که از ملت افغانستان یک معذرت بخواهید و بگوین اگر یک نفر به خاطر جنگ های ما، به خاطر سیاست های ما در افغانستان تلف شده باشد، ما از ملت افغانستان معذرت میخواهیم؟ و دوم، جنگ های تنظیمی. 9 ماه پیشتر در ولایت بغلان قماندان امنیه بغلان اعلان کرد که بهترین همکار ما برای پیدا کردن سران طالبان و دستگیر کردن از اونا حزب اسلامی است. و وقتی که داده شد قماندان های طالبان هم هیرا تایید کردن و گفتن که بله. وایسیان سوال های تا را کم کم کنید که برای دیگاه بیعدالتی را شو وقت بارد سایی. بله، همین سوال است که آقای عباسی. بله. تشکر. آیا همین جنگ هایی که میان حزب اسلامی و طالب ها اگر خدای نخواسته باز در بگیره، باز در این ملت افغانستان تبا نمیشه؟ بله، تشکر صاحب، تشکر. اینطور است که من سوالات بسیار زیاد خودی به هم داشتم به ارتباط طالب و موقف طالب، اما چون ما وعده کرده بودم که تلفن بفرمایید صاحب جوابای اول خود. سلام و احترامات خدا به برادر بسیار عزیز و محترم ما ویس ناصری تقدیم میکنم. همچنان از این طریق امواج تلویزیون به برادر بزرگوارم رامان جان ناصری و سایر برادرها تقدیم میکنم. خوش هستم که بعد از بسیار دیر صدایت مستقیما میشنوم. خداوند در پناه و اسمت خود خودتا و فامیل شریفتان نگاه کنه. خواهشمند هستم از طرف ما دستای والده صاحب ببوسی و انشاءالله سفر طرف جرمنی داشتیم، حتما میاییم با شما میشینیم. در رابطه به ای که چطور حزب میتونه نمایندهش اینجا بیشنه و طالبانی، او میشه که از طالبا پرسان کنیم که چرا نمایندگی ندارن، او مربوطی از اوناست. اما تا جایی که به حزب اسلامی مربوط است برادر عزیزم ناصری صاحب، حزب اسلامی یک حزب جهان شمول است.
امو اروپای شما، جرمنی شما عزیز بیا پر است. امروز حزب در شمشتو همگی میفهمه که در پشاور تمام اجرایی حزب اسلامی است، اما اشغالگران نمیتونن که با یک گرفتن ما این حرکت سیلاساب مردم افغانستان و به خصوص حزب اسلامی را جلوش بگیرن. میتونن 10,000 حزبی را بگیرن به زندانهای گوانتانامو بی و بگرام ببرن، اما با کشتن و با ترور شخصیت ها و با زندان ها انقلاب ها از بین نمیرن. به او اساس اینا میفهمن که اگر ما را بگیرن چی خو میبرن در زندان مندازن، یک حزبی دیگه از یک جای دیگه ای صحبت میکنه. استاد قریب الرحمن سعید برادر عزیز و ارجمند و نماینده عمومی حزب اسلامی افغانستان در اروپا است، عضو هیئت صلح است، در ناروی تشریف دارن، اونا میکنن این صحبت دیگه، برادرای ما از اونجا صحبت میکنن. بله جواب دادین. بله به او خاطری مشکل ماند مسئله سوپرمارکت وزیر اکبر خان. سوپرمارکت وزیر اکبر خان، اگر شما صحبت فاروق وردک وزیر معرف دولت شنیده باشین، او به صراحت اعلان کرد، گفت که اعلانات شده اما باید ما محتاط باشیم، ببینیم که آیا خود سخنگوی حزب اسلامی افغانستان ایره میگه. یعنی برادر انجینیر هارون زرغون سخنگوی حزب اسلامی افغانستان است، ایشان این گپ نزده، اما کسای دیگه میتونن که تلفن بکنن به منابع دشمنای حزب اسلامی به خاطر که حزب بدنام بکنن، که دشمنایشان کم هم نیست، تلفن بکنن و این کار ما بگن میکنیم. ما از طریق از این امواج بحث نماینده حزب اسلامی افغانستان در تمام او امریکا، بحث نماینده خاص انجینر سبکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان، به صراحت و تمام شدت تقبیه میکنم که نه این انفجار در وزیر اکبر خان از طرف حزب اسلامی صورت گرفته و نه ما به همچو چیزای عقیده داریم. و دور نریم، امو جایی که انفجار شده امو پیش خانه ماست. شما میفهمین ما در وزیر اکبر خان خانه و جایداد ماست و همون دوکان پیش از او که سوپرمارکت شوه، یک نفر بود به نام بابی خان محمد ازاره بود، در خانه ما زندگی میکرد. او یک گراج بود اونجا که او را از سابقه 30 سال به این طرف جور کرده بود که بالاخره او خانه را فروختن و سوپرمارکت جور کردن. که در او شما میفهمین ناصری صاحب، شما یک مجاهد هستین که دشمنای اسلام کوشش دارن که بین حزب اسلامی و طالبان جنگ ها را پرتن. و در وردک چند روز پیش همین مسئله رخ داد که گفتن حزب اسلامی و طالبان با هم جنگیده، در حالی که مثلا حقیقت نداره، بلکه او دو فامیلای با هم جنگ کرده بودن که تصادفاً یک تعدادش از یک گروه سلاح گرفته بود، یک تعداد از حزب اسلامی او بین خودشان بود. شما اعلامیه دیروز طالبان را در دعوت وبسایت دعوت از طالبان که از شما برین ببینین، اونا سریعا گفتن که طالب و مجاهد هیچ فرق نداره، همگی برادر ماستن و با هم ما هیچ نوع مشکل نداره. یک عرض دیگه خدمت شما بکنم که سوال خودم است. میگن که در افغانستان یک انشعاب داخل افغانستان، انشعاب در حزب رخ داده که به ریاست و رهبری عبدالهادی ارغندیوال یک تعداد از برادران حزب اسلامی یک جای شدن و گفتن که ما انشعاب کردیم، دیگه رهبر ما گلبدین حکمتیار انجینیر نیست، ما خود ماستیم و همراه دولت همکاری دارن و در مسائل و کتب قوت های خارجی و اینا همکاری میکنن. اینا نظر شما چیست؟ راستی اینا هستن هنوزم یا ایست که این انشعاب ظاهریست یا واقعا هست و همینطور حزب اسلامی دیگه در مابین کابل به حیث وزیر و معین و والی نشستن، از شما هستن یا نیستن؟ سبید. ما این عرض و بحث محترم، این سوال در مصاحبه خود با خواهر عزیز و محترمه ما زهره جان یوسف عرض کردیم. حزب اسلامی یک حزب داوطلب است، هر کس میتونه به زعم خود تا وجودی که در شرایط اسلام برابر باشه بیایه و هر روزی که خواست هم میتونه بره، به شکل زور و مکلفیت اداری نیسته. اما اگر نام حزب اسلامی رو باز استفاده میکنه خب باید از خود برن یک حزب دیگه بسازن. من خو همی عرضه میکنم، اینا لو برادرایی که در اونجا رفتن تعداد مختلف، ما عرض کردم پیشتر که در 34 ولایت افغانستان حزب موجود است، اما آنهایی که به نام حزب اسلامی افغانستان در کابل دوکان جور کردن او حزب اسلامی نیست. نیست نه خیر سر هیچ وجه. ما کاتزونا
کدام معامله پنهانی نداریم. او یک دوکان است جور شده به خاطر از اینکه موقف و مقام و پول ازش بیاید. حزب اسلامی یک حزب است که حزب اسلامی افغانستان از 43 سال به این طرف تاسیس شده و امیر محترم چند نفر عضو دارد؟ حزب اسلامی افغانستان فعلا متاسفانه این معلومات من ندارم، این معلومات در دعوت و تنظیم حزب اسلامی افغانستان درج است که من خودم این معلومات ندارم.